آقا من تازه از خواب پا شدم میبینم حسین دیس داده الان باید برم سر کار، اما قبلش دیس رو گوش بدیم، دیس رو گوش بدیم، قبل از کار دیس میچسبه. یو حاجیتون گیزر ایز بک، چطورین بچه؟ امیدوارم در حال کردن باشین، در حال لذت بردن باشین. من اومدم با دیسپک حسین به فدایی، بالاخره دیسپک حسین به فدایی که ساعت 1 اومد، ساعت 12 1 اومد، من الان بیدار شدم ساعت 4. واقعا پشمام ریخته، میمه کی سر زور دیس میده آخه، کی سر زور دیسپک میده آخه. خیلی ها میگن خیلی خوب بوده، خیلی ها میگن خیلی بد بوده، اصلا خیلی نظرها متفاوته چیزایی که تو توییتر نوشته بود. اما ما فعلا چیزی نشنیدیم پس نظری نمیدیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ریاکشن، بچه ها اگه دوست دارید ویدیو بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله رو روشن کنید، سوشال مدیا هم بذارم اگه دوست داشتید اونجا منو فالو کنید. و اینکه بریم ببینیم چی پخته مشتی، ببینیم چی پخته، بگو بیان، سه گنده ترینشون بگو بیان. خب اینجا کاور شرط و کاورش یه 321 که توی صفرش یه دونه گل روزه که فکر کنم اشاره به اونجا داره که فدایی حسین گفت که گل روزه کجاست، گل دو اینم بهش داره میگه که گل روزه کجاست، اینو تو کاور میگه. بعد نوشته های توی کاور یه سری نقش و نگار توی کاور هستم شبیه پرنده هست یا من تمام زدم اشتباه میبینم. تا اینجاش که من 321شو گرفتم، اگر چیزی هست بچا بهم بگین. با یه خودکاری که رو کاغذ نوشته شده، کاغذم پیدای به حسینه و اینکه هیچ می، اگه چیزی از کاور هست که من نفهمیدم بهم بگین. و هیچ چیزی بریم چه کرده. کیو 69 پشمو گرفتم. فدایی اسمش قبلا کوین 69 بوده، این کیو 69 شم از روش اینه کوین 69. بابا حسین بی خیال، یه دونه از آهنگای قدیمی حسین فدایی هم پلی کرده. بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو. چیل داون یواش آروم. بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو نرده بون. Wait a minute. مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو نرد بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا جند دادی سوراخ تو نخ بدم که پای. چرا من درست متوجه نمیشم. بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو نرد بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا جند دادی سوراخ تو نخ بدم که پای شبیه تو نرد بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگه نایا جند دادی سوراخ تو نخ بدم که پایا یزید یهودی دیلو تو چونو گزید دیزی پول ویزید میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک. اینجاش واقعا نیاز به متن داره، من اینجا بچه رو نگاه کنی، اینجا باید بریم بزنیم حسین کیو 69 لیریکس. اینجا اصلا جا نداره چیه؟ میگه که تیزی هم ببخشید، میگه که یزید یهو دیدی لپ کنه تو گزید تیزی هم پول ویزیت میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک کشرات خودتو میمیسی، یا که میگی آقات بده حالش بهش برسون زیر میزی. با جارایی با حرف چیز بود، با زب. بونجور مادام، کسی نمیگیره تو رو به تخمونه که باس بگو کیر شده شبیه تو نرد بوم میدیم بری بالا مثل آقا سگ نایا جند دادی سوراخ تو نخ بدم که پایا یزید یهودی دیلو تو چونو گزید دیزی پول ویزید میدی چون که میزایی تو زیر فیزیک بسرات تو خودت مینویسی، یا که میگی آقا بده حالش بهت برسونه زیر میزی ها ریش به تره، یا که کرباد یالا بگو کدوم وری رسید بتونه ترا لاشگوش نایا که سوا کی چته باس شهر مگه خالیه که تو جلو ما سب شدی مزدور تو که جلو ما سب شد مزدور. یه چیزی که هست تا اینجای دیسک من بگم، یه حال رجزخونیه،
یعنی میدونین فدایی همون اولش با فکت تو جواب تک تک تکستا شو بود، فکت تو همه اینو شروع کرد. این فقط یه حالت رجز خوندنه. یاد کانر مکگرگر افتادم، یه بند خدای توییت کرده بود، من قبل اینکه لیست بشتم هم توییت رو خوندم، یارو نوشته بود حسین این جوابش مثل کانر مکگرگر بود که پاش شکست با اینکه افتاده بود رو زمین هنوزم اینجوری میکرد واسه یارو میگو میکشم تو فلان. حالت رجزخونی داره بیشتر. شاید الان من این پایین خیلی فوش بخورم، ولی خب نظر واقعی میخوام بدم. تو کی چته باز شهر مگه خالیه که تو جلو ما صف شدی مزدور، دوگانه سوزای جونه و همه اینا میگیرن هم میخورن ادول قرب داتی نکو پر میشه یه رو برو کیر خط ایلگه ترکای سیاسی تونم که برا پاس بود دیگه نگو میر ترکای سیاسی تونم که برا پاس بود نه مثلا اینجور تیک های روی قیمت سر کیر خط ایلگه ترکای سیاسی تونم که برا پاس بود دیگه نگو میره روی قیمت سک خود وقتی میرسه به همه خیره ببینیم ده نجنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیئت ببینیم تم مثل جنگ خیبر فتی اگه تو یزیدی من بچه هیئت به همه خیره ببینیم ده نجنگ خیبر فتی اگه یزیدی من بچه هیئت بیاد با این گیریمت به پسر رو نبوریم روی دن بیدینت واسه سبز مرجنی ها بیاد با این گیریمه به پسر رو نبوریم روی دن بیدینه واسه سبز مرجنی آرزوی دیرینه واسه شما ترس و برای ما شیرینه. بریم یه سری به تکس بزنیم دوباره، بریم یه سری به تکس بزنیم، بریم یه سری به تکس بزنیم. میگه بذار پیش وایسه 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 ببخشید بچه ها اسمت اول اینجا که اینه ها میگه بیا سر رو نبریم از روی تن بیدینه واسه سرباز مرگ یعنی آرزوی دیرینه واسه شما ترسناک و برا ما شیرینه. بذار پیش بینید کنم فدا ادا تو اونایی که میشینید بذار پیش بینید کنم خب فدا ادا. آره میگه منظورش اینه فدای همش ادا میاد. سر خلا میندازی بازو روزانو میگی به نازم مجموع بعد که با میچی ولی میبینی همش پش بود اماله خودتو جو بازو رو که میندازی رو زانو حجمش بیشتر میشه. میگه که اینجوری که میندازی فکر میکنی که گنده تر بازو ولی بلمشی میبینی که خبری نی فدا ادا زی بازو روزانو میگی به نازم مجموع بعد که با میچی ولی میبینی همش پش بود اماله خودتو جو نزن جای مبارز نخاله میدون پلیده در میرزه بارد واسه ما شهیدا نبیدن واسوز هلالت بوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله داشی مهندس قشنگ بود قشنگ بود قشنگ نه قشنگ واسه ما شهید و نبیدم واسوز هلالت بوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله. واقعا هیچ کس چرا هیچی نمیگه؟ من اصلا این اینجا باید اینجا اعتراض وارده، اتفاقا اینجا اعتراض وارده که هر وقت هیچ کس دیس میشه هیچ وقت جواب نمیده فدایی میاد جواب میده. درست نیست. حالا یه بار دو بار سه بار شد نه اینکه هر دفعه نه اینکه هر دفعه خود هیچ کس باید بیاد یه جوابی بده دیگه. نه پدر رپ فارسه، نه اعتبارش فلان میشه، نه این جواب ریز میذاره، نه نه نداریم این چیزا رو، نداریم این چیزا رو، نداریم واقعا. داشیم اندازه پول بس دادیم رفت تو این فکر کنم تو این ریاکشن همه من فوش بدن یه بازوز هلالت بوزو تو اصلا چی میگی رئیس بگو به ناله. داشیم اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم و توی جس تو چی به یه خال خشتک ما اندازه پول بد دادیم که بکشیم بیرون آدم از توی چیز اینا فهل بابا اصلا خیلی سخت شد، سخت شد واقعا. داشتیم و اندازه پول بد دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم از توی جمس پشمان. کیو اینجا صادقو میگه؟ صادقو میگه؟ صادقو میگه؟ داشیم و اندازه پول بس دادیم رفت که آدم بیرون بکشیم از توی جمس تو چی به یه خال خشتک دم گونه زد یه روی هست امرو ما به حلال خونه مس یه روز یواش یواش تو چی میگی پی خال خشکی دم کونه زد یه روز یاس امروز ما پهلالت خونت مثل پول بد
بکشی ما توی جنس تو چی به یه خاله خشتک دم گونه زد یه رویاس امرو ما به حلال خونه مثل پول بت حواس جمع بچه پیروزی ببینیم چک نکو میبریم که بدوزی مثل تو این طرف های جنتایی بود برکشیده کم اخلاق چرا مثل گوز سر کشی دیگر نگو میره روی قیمت سک خورد وقتی میرسه به همه خیلی ببینیم ادن جنگ خیلی برفتی اگه یزیدی من بچه هیت بیاد پایین گیریمت به پاسر رو نبوریم روی دن بیدینت واسه سرباز مرگنی آرزوی دیدینه واسه شما ترسناک و برا ما شیرینه بگو هیلت جسنال خونه لاش لات شده حالا برا ما تو رپ فاس چسنال خونه لاش که میگه اولش بود اون موقع یه آهنگ چسناله از فدایی گذاشته بود اشاره با اون میکنه خفه بابا زرینه بگو هیلوت چسنال خونه لاش لات شده حالا برا ما تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس برا روت میشه خددار تره آدیداس سال بر روت میشه خددار طرح آدیداس سه تا ما تو رپ فاس خفه بابا زر نزن اینجا تراس بر روت میشه خددار طرح آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین دراره لولوها تراس برو روت میشه خددار تره آدیداس ساره به من میگم برادر بده پایین دراره لولوها تو باز کنیم براد بشه عبادت ندیدیم اون کس فقط میکنی تو تلاوت ببینیم رنگ میدی جلو میگی یه ساعت ارادت مثل تو زیاده از این نشه فشار ببینم ات خوردی چک و پسیه رو یه جا اکثر شجزه اوکی یه سری فکت هست یه سری چیز هست اوکی ولی اکثرش رجز خوندنه مثل من تو رو میزنم مثل این رپرها که میان میگن اینجا مال منه رپ مال منه تو رو میزنم تو رو فلانت میکنم اکثرش اینه جواب درخوری نسبت به آهنگ بلیت نبود یعنی تا اینجا که من گوش دادم جواب درخوری دیسا قوی هست دیسا اوکی هست جواب درخوری به بلیت نبوده بلیت اصلا خط به خطش مثل چاقو تو روح آدم فرو میره یه ساعت ارادت مثل تو زیاده از این نشه فشار ببینمت خوردی چک و پسیه رو یه جا بیا من ببینمت میزنمت جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب با موی گفت میزنمت زمین مثل جدو کارا خب گوش کنید نشه فشار ببینمت خوردی چک و پسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب با بود فدایی تو ترک بلیت گفت میزنم زمین مثل جدو کارا میگه جدو کارا چی میگه مثل میگه جدو چی نشی چه فشار ببینمت خوردی چک و پسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب بابا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب موی فر بشی کار ببینمت خوردی چک و پسیه رو یه جا جدو چیه میگیرم رو وسیلت یه خشاب بابا موی فر بشی کر مسیح علی نژاد رو خود بنما تو دلا بر قشنگ بود نه قشنگ یو قشنگ بود با موی فر بشین کنار مسیح علی نژاد خیلی قشنگ بود میگیرم رو وسیلت خشاب با موی فر بشی کر مسیح علی نژاد روخو بنما تا دلاور فرمت بدم یکی بخوری و ستا ات دور مثل مکرون که یه جک خور جلو مردم بده مکرون رئیس جمهور آمریکا یه ویدیو هست میره جلو مردم یه دونه از آدمایی که اونجا بوده تو مردم در میاد یه دونه میزنه تو گوش مکرون رئیس جمهور فرانسه است اگه اشتباه نکنم این اشاره به اون موضوع داره چون که خود فدایی هم توی فرانسه است خودم پشمام ریخته است خب بیدار شدم اونجوری دارم تحلیل میکنم بیان موی فر بشی کر مسیح علی نژاد روخو بنما تا دلاور فرمت بدم یکی بخوری و ستا ات دور مثل مکرون که یه جک خورد جلو مردم بده بدو حرکت کن دلقک یارو به ما میگه غازی کشتم خفه زر نزن دایی بگی بشی پشت دست تو که پیر میشی چاقی فقط با یه روز سب چرا شیشتایی میای آخی که چی گست مخت دستا فیه چی لاشی خونهایی رو که پاشی تو خاک قربونم زیر خایه های فاشیسم بود جیره تو از آزمان بگی خفه خون شما نمیخواد از آبان بگی نه قشنگ این تیکای آخرش واقعا خیلی بهتر بود تیکای آخرش به اول دیس خیلی بهتر بود پیچی لاشی خونایی رو که پاشید اینو تو یه دونه از ترکش گفته بود حسین تو یه دونه ترکش گفته بود شاید هم فریستایل بوده بازنویسی که هر را ورده تو این نمیدونه ولی خیلی آشناه این فلوه اونایی رو که پاچی تو خاک قربونم زیر خایه های فاشیسم بود جیره تو از سازمان بگی خفه خون شما نمیخواد از آبان بگید از اون گل روز رو دادم بذاری تو گلدونه منتام اینا گفتم گلدونه محبت سرت نمیشه خودم میام میکارم تو گلدونه آبم بهش میدم درخش رو پس باید خودم میام میکارم تو گلدونه آبم بهش میدم درخش رو پس باید راستی گلادی یا تو ما رو دیدی گرد ندی گلابی یا تو قشم قشتی که قشنگی راستی گلادی یا تو ما رو دیدی گرد ندی گلابی یا تو تو پول پناهندگی نگی دلقک نمیخواد برا ما اتر جا به جا کنی
رتته فیلم فارسی زیاد میبینی ها؟ هالیوودیشو ببین جلوه ویژه داره، چارت دعوا یاد بگیری بچه. در مورد قضیه صادقم بگم، یه سری ها اینه تو فقط اسمشونو یلک میکشن. بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. یه سری ها اینه تو فقط اسمشونو یلک. در مورد قضیه صادقم بگم، یه سری ها اینه تو فقط اسمشونو یلک میکشن. بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. مفت برای اسکله یه بری. و این قضیه پریک چیه؟ یه آدم پشت رفیقش رو که خالی دیدی میان میگن تو با فلانی بودی فلان کردی، و میگی نه نه فلانی اصلا من باش کاری ندارم. حسین الان دقیقا همچین کاری کردی. چه کاری بود؟ چه کاری بود؟ چهار تا دعوا یاد بگیری بچه. در مورد قضیه صادقم بگم، یه سری ها اینه تو فقط اسمشون رو یلک میکشن. بابا بیاد بگی دقیقت رو به مردم. مفت برای اسکله یه بری. و این قضیه پریک چیه میای واسه ما؟ بیا وسیله بدیم شلیک کنی با. این قضیه پریک دیدی آخر همش فدا میگه بیا وسیله بدیم شلیک کنی. و این قضیه پریک چیه میای واسه ما؟ بیا وسیله بدیم شلیک کنی بابا. سری برم 20 سالی دیگه به کیف و کفشم. زم رپ می‌نویسی یکم فارسی بنویس ما هم بفهمیم چی مینالی بابا. به تیغم به تو بهم میتکه. نه واقعا اونجاش قشنگ بود. اونجای اون یه تیکه آهنگ فدای قشنگ بود دیگه. علکی سفارو داره ما هم بفهمیم چی مینالی بابا. به تیغم به تو بهم میتکه. کسشر استاد کسشر مجرد زنی مخدر. آقا من نمیدونم چی بگم. من واقعا حس میکنم این دیس یه حالت اصلا. آقا اون یه سری ببین اصلا بگیم اگه 20 تا مشت خورده حسین اومده گفته آجه من حداقل 10 تاشو پس بدم. چون بازم میگم نمیخوام این وسط طرفداری کنم، به خدا فن هیچ کدوم نیستم، واقعا فن هیچ کدوم نیستم من. ولی خب خودتون بیان نگاه کنیم، بلیت واقعا قوی تر بود. این ترک جواب درخوری برای بلیت نبود. جواب خوبی بود اما جواب قوی نبود. جوابی نبود که مثلا خیلی چیزا رو بخواد برگردونه. گفتم خیلی رجز خوندن توش بود، خیلی این بود میزنم به تو فلان و فلان و فکتاش خیلی کم بود. یعنی فکتاش نسبت به فکتاش اوکی بود، نسبت به فدایی کم بود. یعنی جبران نکرد اونجوری که باید جبران نکرد، ولی ترک خفنی بود. تا حالا ندیده بودم همچین استایلی حسین بخونه. من لذت بردم، خوشم اومد، یه سری تیکای جالب داشت، خوشم اومد، خیلی جالب بود. پشم اومد توزه از خوب پر شدم، اصلا یکم سخت برام این کیده بود چشو توز کنیم. یعنی پدیس اومده برای ریاکشن بری فلان. ولی بچه اگه نکته ای هست که من نگرفتم، اگه چیزی تو کاور هست که من نگرفتم، حتما این زیر برای من کامنت کنید که ببینیم جریان چی به چیه. و اینکه کاشکی دیسه قوی تر بود. اصلا هیت نمی کنم، نظراتتون حتما بنویسین که بلیت بهتر بود یا کیو 69 بهتر بود و یه چی دیگه. همین بچه ها اگه دوست دارید ویدیوی بیشتری از من ببینید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، دنگوله منگوله رو روشن کنید، سوشال میدیا هم براتون میذارم، حتما اینجا من رو فالو کنید. و اینکه چی دیگه تا ریاکشن بعدی بی سب.